ناصر عبداللهی در دهمین روز از دیماه سال 1349 در محله سید کامل شهر بندرعباس زاده شد. پدرش عبدالرحمن عبداللهی کارگر بازنشسته بود و مادرش مهرنگار بندرینیایی خانه‌دار است. او از 13 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شد و فعالیت‌های هنری خود را از سال‌های نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان آغاز کرد. ناصر عبداللهی یکی از محبوب‌ترین خوانندگان ایرانی بوده و هست. بعد از مرگ ناصر عبداللهی همواره زمزمه‌هایی درباره مرگ مشکوک او وجود داشت، اما یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه شخصی خود ادعا کرده است برخلاف باور عمومی ناصر عبداللهی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است. او همچنین در ادامه میگوید وی به خاطر اجرای قطعه موسیقی یا فاطمه در متن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توسط عده‌ای از متعصبان به قتل رسیده است. 7 سال پیش همسر ناصر عبداللهی بعد از یک جر و بحث مختصر با وی به حالت قهر به منزل پدریش می رود. ظهر همان روز ناصر برای بازگرداندن همسرش سراغش می رود. مدت هاست که بین خانواده همسر وی و ناصر بحثایی در مورد دلایل اجرای قطعه یا فاطمه رخ داده و دایه های همسر وی به شدت از این موضوع عصبانی هستند. ظهر همان روز ناصر که برای بازگرداندن همسرش به محله پدر همسرش می رود، او یا وارد کارزاری شده که افراطیون منتظرش بودند و به سرکردگی دایی های همسرش و وهابی ها و افراطیون مذهبی مورد حمله قرار می گیرد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. بعد از این درگیری شدید پیکر خونالود ناصر به منزلش برده می شود و در حیات خانه او روی تخت رها می شود. پسر خانواده بعد از چند ساعت و بدون اطلاع از ماوقع به خانه می آید و با تصور خواب بودن پدر توجهی به وی نمی کند. صدای خرخر پدر پس از دقایقی توجه پسرش را جلب می کند تا به سمت پدرش برود و با برگرداندن پدر به سمت خودش متوجه آثار ضرب و شتم روی صورت پدر می شود. از پدر داستان را می پرسد و ناصر در جواب می گوید که از روی سقوط کرد و مشکلی نیست. به اصرار پسر به حمام برده می شود تا آثار ضرب و شتم و چهره خون آلود پدر شسته شود، ولی به دلیل ضعف عمومی از حال می رود. از همان روز جدال 27 روزه ناصر عبداللهی با مرگ در بیمارستان‌های بندر و تهران آغاز می‌شود و این جدال سرانجام در روز 29 آذر به مرگ مغزی وی و سپس فوت او منجر می‌شود. خانواده عبداللهی به دلیل تفکرات بومی و برخی محدودیت‌ها از بازگویی این ماجرات همیشه منع می‌شود. احسان علی خانی 2 سال بعد در سال روز فوت این خواننده در برج میلاد با گفتن برخی جملات حاشیه‌های فراوانی در رسانه‌ها باعث شد تا گمان زنی‌ها بیشتر و بیشتر شوند. نزدیک 1 سال است که فهمیدیم او به قتل رسیده است، در صورتی که این موضوع مطرح نشده بود. همیشه دوست داشتیم این موضوع را بگوییم. صحبت کردن از علی علیه السلام ساده است، اما ناصر عبداللهی در جایی از امیرالمومنین صحبت کرد که سخت بود. بعد از مرگ ناصر عبداللهی و در مراسم سومین سالگرد او نیز مجری مراسم ادعا کرده بود ناصر عبداللهی به قتل رسیده است. پیش از این نیز محمد علی چاوشی رئیس مؤسسه مشکات و رئیس اسبق صنف تولیدات محصولات شنیداری و گفتگویی با تایید این ادعا گفته بود من از آقای دکتر امیدوار رضایی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواهش کردم که تشریف بیاورند که شاید بتوانند این جوان را از مرگ نجات بدهند. ایشان تشریف آوردن، معاینه کردن، مدارک و پرونده پزشکی را دیدند و به من گفتند که این که میگوین ایشان مسموم شده، ایشان مواد مخدر مصرف کرده، مطلقاً در پرونده ایشون وجود نداره. ایشون ضربه خورده، این صدمه‌ای که مغز ایشون پیدا کرده به دلیل اصابت ضربه است و این آثار کبودی که در صورت وی در عکس‌ها مشخص است به همین دلیل است. او میگوید من هم با توجه به نظر یک متخصص پزشکی وقتی گفتن ناصر رو زدن از اقوام پیرامون ایشان سوال کردم که مگه کسی ایشون رو زده؟ گفتم بله و ماجرایش هم مفصل است. گفتم چرا؟ گفتم به خاطر همین تغییرات فکری و عقیدتی که پیدا کرده بود خیلی ها از دستش ناراحت بودند. همچنین نسرین عبداللهی دختر ناصر عبداللهی نیز 2 سال پیش در گفتگوی نظر پزشکی قانونی در خصوص مرگ پدرش را شکستگی جمجمه بیان کرده بود.
اگر این موضوع واقعیت داشته باشد می توان مرگ ناصر عبداللهی را شهادت به حساب آورد و در صورت تایید قطعی این موضوع می توان لقب شهید را برازنده خواننده قطعه یا فاطمه دانست. گفتنی است که ناصر عبداللهی در 29 آذر 1385 در بیمارستان هاشمی نژاد تهران درگذشت و در زادگاهش بندرعباس به خاک سپرده شد. ناصر عبداللهی فارغ التحصیل رشته بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور بود. 4 برادر و تنها 1 خواهر به نام نسرین دارد. او خواننده پرآوازه‌ای بود که خیلی زود به صورت مشکوک برای همیشه خاموش شد. ناصر عبداللهی کار حرفه‌ای را به طور جدی از سال 1374 خورشیدی شروع کرد. او در سال 1375 همراه با همسرش به تهران آمد. محمد علی بهمنی وی را به انتشارات دارینوش معرفی کرد. پس از آن آلبوم‌های عشق است و دوست دارم ناصر را این انتشارات ضبط و منتشر کرد. ناصر با این انتشارات دچار اختلافاتی شد. پس از آن آلبوم‌های بوی شرجی، هوای هوا و ماندگار توسط انتشارات آوای نکیسا و آلبوم رخصت توسط انتشارات آوای مهر میهن به بازار روانه شد. ناصر عبداللهی در 18 سالگی با فهیمه غفوری اهل بندرعباس که 3 سال از خودش بزرگتر است ازدواج کرد و حاصل آن 3 فرزند و پسر و 1 دختر به نام‌های نوید، نازنین و نامی است. نینا فرزند 4 ناصر حاصل ازدواج او با فاطمه فهیمی است. ناصر عبداللهی گفته است راستش وقتی من خیلی کوچک بودم به خاطر اتفاقی که جلوی چشمان من افتاد قدرت تکلم خود را از دست دادم. اتفاقا خیلی هم زجر کشیدم و تا دوران راهنمایی نمیتوانستم حرف بزنم. او در ادامه میگوید من حتی در ادا کردن کلمات نیز مشکل داشتم، آنقدر که حتی خانواده هم به حرف زدنم میخندیدن. شاید باورتان نشود اگر بگویم همین لکنت زبان و عدم تکلم باعث شد که من خواننده شوم. شاید بهترین آهنگ وی را به توان ناصریا از آلبوم دوست دارم سال 79 یاد کرد که باعث شهرت وی شد. آلبوم های هوای هوا، بوی شرجی، ماندگار، عشق از کارهای زیبای وی بود. ناصر عبداللهی در ترانه های خود از کسی تقلید نمی کرد و صدای منحصر به فرد داشت. بیشتر اشعار ترانه های او از سروده های محمد علی بهمنی بود. در کار موسیقی به گفته خود وی تحت تأثیر سبک موسیقی ابراهیم منصفی بود، طوری که در سالهای آغازین کار هنری ترانه های منصفی را بازخوانی می کرد. ترانه های مورد انتخاب وی در آلبوم هایش عمدتاً دارای مفاهیم اجتماعی و حماسی مانند ترانه های یادم باشد، کودکان خیابانی، سربلند و شیوه ما و مذهبی مانند ترانه های مهر علی و زهرا، احمد ثانی یا فاطمه و مهر دلبر و عاشقانه مانند ترانه های توی عشق، ماه من بهت نگفتم و راز بودند. پس از ارائه ترانه ناصریا منتقدان عبداللهی گفتند که این کاری اسپانیولی است و از ملودی های جیپسی کینگز برگرفته شده است، اما وی معتقد بود که چنین نیست و این کار ریتم عربی دارد، ریتمی که بارها با سازهای دیگری نظیر عود، دهول و دف نواخته شده بود، اما تاکنون هرگز با گیتار نواخته نشده بود، اما عبداللهی این کار را انجام داد. ملودی ترانه ناصریا سال 1376 ساخته شد. شعر این آهنگ به گویش بندری است و به گفته عبداللهی هدف از ساخت آن اعتراض ضد ظلم در جهان و نیز همدردی با ستم دیدگان جهان بوده است. بر اساس متن شعر ناصریا اگر کسی قصد یاری مظلومی را داشته باشد پس از تحمل سختی بسیار و دشواری های این را در پایان پیروز خواهد شد.